به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام سلام هموطنان نازنینم، صبحتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما بیننده مجله تصویری پزشکی ورزشی ایران فعال هستید از شبکه سلامت. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم. این روزها زیاد حواستون به خودتون باشه، به خاطر اینکه در کلان شهرها متاسفانه الان آلودگی هوا هم وجود داره و عزیزانی که دچار بیماری زمینه‌ای هستن، مشکلات قلبی عروقی و تنفسی و ریوی دارند، لطفاً لطفاً تا اونجایی که میشه از خونه خارج نشن تا انشاءالله مشکلی براشون پیش نیاد، هم به خاطر آلودگی هوا و هم به خاطر وجود کرونا یا همون کووید 19. امروز هم میخوایم صحبت کنیم راجع به سنتلایی های عزیزمون، راجع به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، راجع به عزیزانی که موی سپید کردن. و برای همین هم دعوت کردیم از خانم دکتر فرشته پناهی، روانشناس محترم، تا به برنامه تشریف بیارن و امروز صحبت کنیم راجع به این دسته از عزیزان که خیلی برامون مهم هستن. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر. ممنون. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. آرزوی شفای عاجل برای کلیه بیماران و همدردی میکنم با تمام عزیزانی که اطرافیانشون از دست دادن به خاطر کووید 19. بله، بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، هفته پیش در رابطه با کودکان و نوجوانان صحبت کردیم، اینکه چرا بعضی وقتا انگیزه ای وجود نداره برای ورزش کردن در این عزیزان، و خب شما صحبت خیلی خوبی داشتی. امروز هم میخوایم راجع به سنتلایی ها و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها صحبت کنیم که در واقع این که چجوری انگیزه ورزش کردن رو در این عزیزان ایجاد کنیم، چرا که شاید یه وقتایی یه پچ های ذهنی وجود داره، این که مثلا ما که دیگه سنی ازمون گذشته، اصلا تا الان که ورزش نکردیم از الان به بعد ورزش به چه دردمون میخوره. و حالا سوالات منفی از این دست. اول یک تعریفی داشته باشیم از سنتلایی ها و بعد بریم سراغ این که چجوری بریم میشه انگیزه ایجاد کرد. بله، عرض به حضورتون که به طور کلی مقطع سنی 65 سال به بالا رو ما جزء گروه سالمندان یا کهنسالان دسته‌بندی می‌کنیم و امروزه محققین به این نتیجه رسیدن که همین نام سالمند یا کهنسال یه مقدار میتونه تأثیر منفی داشته باشه در روحیه افراد. این بار منفی داره. دقیقاً. و اخیراً برخی از محققین توی مقالای پزشکی و روانشناسی که ما مطالعه می‌کنیم عنوان بزرگترها رو استفاده میکنن. بنابراین ما هم امروز سعی میکنیم که از این دست از عزیزان به عنوان بزرگترها نام ببریم و اینکه بخش وسیعی از افراد گروه انسانی رو سالمندان یا بزرگترها تشکیل میدن و اینها گروه بسیار قوی، متحد و منسجمی هستن و درسته که جامعه و کلن کره زمین داره به سمت پیر شدن میره و سن بالا تا شدن، ولی خب هنوز هم این خبر خوش برای بزرگترها هستش که شما پس گروه خیلی بزرگی دارین نسبت به گروه های دیگه. بله. اما نکته ای که هست این مطلب که بزرگترها یه ریزه احساس افسردگی میکنن، من میخوام بگم اصلا به خودشون نگیرن، به خاطر اینکه اینها داروهایی که مصرف میکنن برای کلسترول یا تنظیم فشار خون یا قند یا بیماری های دیگه، داروها معمولا اثر جانبی داره و باعث افسردگی این عزیزان میشه. اینها اصلا نگران نباشن. یه ریز اینا استراب دارن و فکر میکنن که فقط مختص خودشونه. نه، امروزه استراب واکنش طبیعی بدن هست نسبت به کلیه فشارهایی که به انسان وارد میشه. بنابراین همه گروه های سنی در معرض استرس و استراب هستن و اینها هم نباید که فکر کنن که در انزوا هستن و مضطرب باید باشن. امروزه آخرین تحقیقی که به دست من رسیده، اریکسون و برگمن تحقیقاتی کردن که به طور کلی همه انسان ها در همه گروه های سنی میتونن که بیمار بشن، میتونن که گرفتار بشن، میتونن که این مقدار بدنشون تحلیل بره. رفتی به سن و سال خیلی میتونه نداشته باشه. در کودکان هم خیلی از بیمارها و آتروفی ها رو میبینیم، در میان سال هم همینطور. اما تحقیقات نشون میده که این عزیزان یه مقدار کشمکش درونی دارن، یعنی وقتی که در گروه بزرگترها جای گرفتن
کشمکش هایی از این قبیل دارن که بارهایی رو حمل میکنن که مناسبشون نیست که حمل کنن، باری از حسرت، خود انتقادی، یا اینکه چرا گذشته چنین و چنها کردم و الان وضعیت به این صورت هست. بنابراین ما میگیم که ای عزیزان، شما با کودکان، میانسالان، نوجوانان، جوانان هیچ فرقی ندارین، همتون میتونین اشتباه کنین، هنوزم هممون میتونیم اشتباه کنیم، میتونیم کج بریم، میتونیم که پشیمان بشیم و اینجور نباشه که این کشمکش درونی رو در خودشون ببینن. یه اتفاق دیگه هم که میفته خانم دکتر این هست که بزرگترهای ما میخوان در واقع در قبال همه اعضای خانواده مسئول هستن، انگاری که مثلا باید قصه همه اعضای خانواده رو بخورن. چرا مثلا دخترم اینجوری شد، چرا پسرم اینجوری شد، چرا نمیدونم حالا بچه برادرم، بچه خواهرم، یعنی منظورم که همش میشینن فقط قصه اطرافیان رو میخورن به جای اینکه بخوان به خودشون فکر کنن و حال خودشون رو خوب کنن. تا حدی این درسته، ولی خب من قبولش دارم، به خاطر اینکه من گروه بزرگترها رو ثروت ملی میدونم. اینا چشم و چراغ خانواده هستن. در خانواده ای که پدر بزرگ و مادر بزرگ وجود داره، ما خیالمون راحته که اینها واقعا میتونن میانجیگری بکنن و میتونن که کوچیکترها، حالا فارغ از سن، از 65 سال به پایین، از نصایح اینا استفاده بکنن. این خوبه. و اینها فقط مسئله سر این هستش که خودشون، بعضی هاشون، البته اغلبشون خیلی خوب و عالی و مسلط و مسلح و مجهز دارن میرن جلو، اما اون دسته ای که این احساساتو دارن، ما باید بهشون بگیم که شما هیچ فرقی نکردید با گروه های سنی دیگه. همون جوری که ما به کودک، نوجوان، جوان، میانسال میگیم که مراقب خودت باش، به شما هم میگیم باید مراقب خودشون باشن، باید به تغذیهشون اهمیت بدن، به ورزششون اهمیت بدن، باید کتاب بخونن ولو اینکه موضوعش فرق کنه، باید فیلم ببینن، باید سینما برن، حالا بعد از کووید باید تئاتر ببینن، با موضوعات متنوع و مختلف سوای اون گروه های سنی دیگه. همون جوری که ما به کودک، نوجوان، میانسال میگیم مورد سوء استفاده جنسی قرار نگیر، اینها هم هنوز ما بهشون هشدار میدیم، خطر همیشه هست. یعنی واقعا باید از اینها مراقبت بشه، باید مراقب خودشون باشن و اینجور نیستش که همه مسئولیت ها رو ما بخوایم بر سر اینها بریزیم. اینها باید مو به مو عین سایر افراد جامعه مراقبت روحی، روانی، ذهنی از خودشون داشته باشن. اما اینکه شما میگین مسئولیت پذیر هستن، بله همینطوره. من میخوام بگم که اگر که یک بزرگتر و یک نوجوان الان میاد پیش ما، بزرگتر، فهمتر، عاقلتر، پخته‌تر هستش و میتونه که این آرامش رو اگر لطف کنه انتقال بده به نسل کوچیک‌تر. یعنی در واقع این آرامش رو داشته باشه دیگه. منظور من از مسئولیت پذیری این که مسئولیت پذیری که بله اصلا اون که خوبه، بزرگترهای ما اصلا اگه نباشن ما پشتوانه ای نداریم، دلمون بهشون گرمه. منظور من اینه که در واقع با به قول شما کتاب خوندن، فیلم دیدن، ورزش کردن، اینکه به خودشون اهمیت بدن، خودشون رو دوست داشته باشن و اینقدر قصه بقیه رو نخورن، اینقدر که قصه بقیه رو میکنن یکم هم حواسشون به خودشون باشه، ما تازه اینجوری بیشتر میتونیم بهشون در واقع از وجودشون استفاده کنیم و بهره مند بشیم و دلمون بیشتر گرمه به بودنشون. بله، عرض منم همینه، منم کاملا با شما موافق هستم خانم مجد عزیز، به خاطر اینکه اینها فقط باور ندارن که چقدر خوبن و چقدر میتونن که مفید باشن و چقدر میتونن احساس مسئولیت داشته باشن. اما همون قضیه لیمیت و حد دیگه، حد و اندازه در هر کاری باید رعایت بشه و در حالت اعتدال بشه. اگر هم مسئولیت پذیری دارن و اگر هم دلسوزی دارن، باید این رو چیکار کنن؟ در خودشون تمرکز داشته باشن و به مقدار، به اندازه بخوان که برای دیگرانشون مفید باشن. اما خب در مرحله‌ای از زندگی هستن که آنچه که میخوان مهیا هستش، پر از تجربه هستن و هنوز هم میتونن که خلاقیت و نوآوری داشته باشن و اصلا کم نیارن و بدونن که چقدر میتونن مفید باشن. امروزه اگر که من با یک نوجوان صحبت میکنم، میگه ای خانم دکتر چی بگم، شما که نمیدونید دلتنگی یعنی چه، مثل نشتی گاز میمونه که بی هوا و بی صدا میاد و نابود میکنه، یا مثلا هنوز استیکر خنده با چشای خیس نفرستادی، میدونید که ببینید دنیا چه خبره. این یأس و این ناامیدی رو ما در این نسل مشاهده میکنیم، هممون در دست به کار بشیم و قطعا ما از بزرگترها خواهش میکنیم که نصایحی اگر دارن، صحبتهایی اگر دارن، همدلی اگر دارن، برای همه افراد خانوادهشون اجرا کنن، به خصوص برای کوچکترها. بله قطعا.
خب خانم دکتر، ورزش کردن یکی از اون کارهاییه که میتونه حال هممون رو خوب کنه، حالا در هر دورانی از زندگی که هستیم. ما اصلا کلن، من اینطوری میگم که ما همه دوران در واقع باید خودمون رو آماده کنیم، مجهز کنیم تا برسیم به اون در واقع سن طلایی یا اون موقعی که قرار جز بزرگترها، جز دسته بزرگترها قرار بگیریم، تا اون موقع خیلی حالمون خوب باشه و بتونیم یه جورایی حس خوب رو به دیگران منتقل کنیم و خودمون هم سرشار از امید و زندگی باشیم. و ورزش کردن یکی از اون کاریه که میتونه حال ما رو خوب کنه. اما همونطور که گفتم، بعضی از بزرگترهای ما واقعا این انگیزه رو ندارن. چجوری این انگیزه درشون ایجاد بشه؟ چجوری خودشون به خودشون کمک کنن که برن سمت ورزش کردن؟ بله، همونطوری که دفعات قبل هم ما گفتیم، به این باور و به این اعتقاد باید برسن که چقدر ورزش میتونه در زندگیشون مفید باشه و ببینن کسانی رو که دنبال ورزش رفتن و به صورت خیلی حتی مقطعی این قضیه رو در زندگیشون راه انداختن، تفاوت داره روحیه‌شون، روش زندگیشون، سبک زندگیشون با دیگرانی که دنبال ورزش نرفتن. حالا در مورد بزرگترهای عزیز، من میتونم بگم که ورزش رو شروع بکنن، ولی نه به این صورت که اینا فکر کنن وای خدا چه کار سخت و طاقت فرسایی رو باید شروع کنن. ورزش برای بزرگترها میتونه 2 تا 3 روز در هفته استارتش زده بشه. اگر که ورزشی رو ما میگیم که نیم ساعت در روز انجام بدن، میتونن 3 تا 10 دقیقهش بکنن. حتی میتونن که فقط دنبال ورزش های مثلا نرمشی یا کششی در اول راه نباشن، دنبال ورزش های فکری باشن. ذهن هم باید ورزش کنه و تقویت بشه، مثل یوگا. به خصوص این که حالا آلزایمر و این چیزا هم در کمینه دیگه. خیلی، اگر الان به من بگن که بزرگترین عاملی که باعث جلوگیری از آلزایمر میشه چیه، میتونم بگم ورزشه، ورزش فکری، ورزش جسمی. حتماً هر کسی که عاقل باشه میره دنبالش. و اینکه اگر که اینها یه مقدار احساس میکنن که انرژیشون کم هستش، همیشه صندلی استفاده کنن در کنارشون. حرکتایی رو که میخوان به صورت موضوع انجام بدن، حرکتای کششی و نرمشی رو، از یه صندلی کنارش رو کمک بگیرن و مسلط‌تر باشن به ورزش کردنشون. و میگم انواع اقسام ورزش‌هایی که خیلی الا ماشاءالله تعدادش زیاد هستش که میتونن با توجه به فیزیک بدنشون، گرفتاری‌هایی که در بدنشون دارن، در جسمشون دارن، خودشون رو ادابت کنن و تطبیق بدن با اون نوع ورزش خاص. مسئله دیگه این هستش که یکی از نعمت‌های هر خانواده اینه که پدر بزرگ، مادر بزرگ باشن در کنار نوه‌ها. همین که این نوه‌ها رو اینا بخوان که مراقبت ازشون بکنن و مواظبشون باشن و تحرک داشته باشن، این خودش یه بزرگترین نعمته. ضمن این که امروز ما یه اصطلاحی در روانشناسی داریم، گرسنگی پوست. این گرسنگی پوست یعنی که دست‌ها، بدن و کلاً روح و روان ما احتیاج به نوازش داره، احتیاج به این داره که کوچکترا دستشون در دست بزرگترها باشه، از یک خانواده، افراد یک خانواده. و در قضیه کووید 19 نشون داده شد که وقتی که افراد ایزوله بودن و در قرنطینه بودن، چقدر همه گرسنگی پوست احساس میشه درشون، یعنی که روحی روانی و تشنه این بودن که دست عزیزاشون در دست هم بگیرن. این یکی، این که ما باید این تاچ و در واقع در کنار هم باشیم، همو حس بکنیم، خیلی مفید هستش در روح و روان و جلوگیری از تمام مسائل فکری روحی که هم برای کودک میخواد پیش بیاد هم برای بزرگتر. مسئله بعدی در هامبورگ هستش که اخیراً 4000 پدر بزرگ و مادر بزرگ رو بررسی کردن. اینها که با نوه هاشون زندگی میکنن، از اونها مراقبت میکردن. حالا گرچه یه زن براشون سخت بود، گاهی هم شاید غرغر میکردن که وای خودم و بچه‌مون رو بزرگ کردیم، حالا نوبت نوه هامونه. ولی در مقایسه این 4000 تا با 4000 تا گروه دیگه که با نوه هاشون زندگی نمیکردن، روحیه و نوع زندگی، طرز تفکر این گروه خیلی متفاوت بود با گروه دیگری که از این نعمت استفاده نمی‌کردند. مسئله دیگه شرکت در خیریه ها هستش. این افراد باید از کم تحرکی اول جلوگیری بکنن و بعد کم کم کارهای ورزشی. در هر خیریه‌ای، در هر کاری که به صورت مردم نهاد هستش و میتونن که به مراکز مختلف سر گوش یا بدن و از نظراتشون دیگران استفاده بکنن یا یه فعالیت فیزیکی داشته باشن، خیلی خیلی میتونه مثمر به ثمر باشه. ما همه بزرگترها رو تشویق میکنیم و جدا ازشون این رو میخوایم که بیان و قدم بذارن یه مقدار در زندگی روزمره و فکرشون درگیر زندگی بشه و از فکر و خیال بی خودی یا منفی بافی، خدای نکرده، جلوگیری بشه.
اینم نیستش که بگن که دنیا دنیای سرعت شده پس ما کندیم یا ریتممون آروم هستش. نه، این خیلی خوبه. ما تمام تلاشمون اینه که همه گروه های سنی آرامتر حرکت کنن، آرامتر زندگی کنن، یه مکسی داشته باشن. اگر عزیزان ما همه گروه های سنی، به خصوص عزیزان ما در سن بزرگتری 65 سال به بالا، صبح از خواب میخوان پاشن یه خورده بشینن با خودشون فکر کنن امروز چند شنبه است، ساعت چنده، ارتباط بگیرن با روز، من چی جور خوابیدم، شبم چی جور گذشتش، و یه استارتشون کنن در واقع کامپیوتر بدنشون رو شروع کنن برای زندگی، یه دفعه بلند نشن که برن برای شروع زندگی. یه شوک خیلی بدی هست. یعنی اول تو ذهنشون یه مروری داشته باشن. شبم که میخوان به بستر برن همینطور بشینن روزشون رو مرور کنن، گرد و خاک های ذهنی رو بریزن و خیلی زیبا رو شبشون رو آغاز بکنن، خیلی ریلکس خوب بخوابن. مسئله خوابم خیلی الان روش صحبت میشه و تاکید میشه. خواب گاهی اوقات به فیزیولوژی بدن بستگی داره. اگر کسی زیاد میخوابه نشونه تنبلی نیست صرفا. اگر کسی کم میخوابه نشونه این نیستش که حتما ذهن بیش فعالی داره. نه، انسان یه مقدار از نظر ژنتیک دوست داره کمتر یا بیشتر بخوابه. نتیجه میگیریم به هیچ عنوان همه افراد جامعه، همه عزیزان من، به خصوص بزرگترها، حق این همه خود انتقادی و خود سانسوری و اذیت کردن خودشون ندارن. سکوت نکنن، حرف بزنن، قهر نکنن، حتی شده فریاد بزنن، بگن شنیده میشه صحبتشون از طریق کسی که باید شنیده بشه. بسیار هم عالی. خیلی ممنون از شما خانم دکتر نازنی. قطعاً پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها برای ما خیلی اهمیت دارن و اگه حال اونها خوب باشه حال ما هم خوبه. ما میتونیم یه عالم امید و انرژی ازشون بگیریم. پدر مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر بزرگها، مادر بزرگهایی که خودشون ورزش میکنن و یه عالم پر انرژی هم، قطعا میتونن این انرژی رو گسترش بدن در بین اعضای خانواده و چقدر نوه ها میتونن از شما عزیزان در واقع این انرژی رو بگیرن و حالشون خوب باشه. از اونجایی که شما برامون خیلی مهم هستید، بخش بعدی برنامه هم به شما عزیزان اختصاص داره. در خدمت آقای دکتر منصور رضایی متخصص تغذیه هستیم و بحث پوکی استخوان، پس همراه ایران فعال باشید.